تهران بار دیگر با تاکید بر این موضوع که تحریم ها تأثیری بر جذب سرمایه گذاری خارجی نگذاشته مدعی شد ایران در جذب سرمایه گذاری خارجی در جهان در سال جاری با بیش از 90 درصد رشد رتبه نخست را به خود اختصاص داده است بهروز علی شیری معاون وزیر اقتصاد در گفتگو با ایلنا خبرگزاری کار ایران ضمن اعلام این خبر گفت تحریم ها نه تنها بر اقتصاد ایران تأثیر نگذاشت بلکه در مدت صدور قدنامه ها هر روز شاهد رشد شاخص های اقتصادی در کشور هستیم معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه سهام اصل 44 به سرعت در حال واگذاری است خاطر نشان کرد بخش خصوصی خارجی هم علاقه من به حضور در بازار سرمایه ایران است سخنان این مقام در حالی بیان می شود که با آغاز هفدهمین روز رقابت برای خرید سایپا روزنامه جهان صنعت در گزارشی به نتایج اجرایی چهار ساله اصل چهل و چهار پرداخته و نوشته است اجده های شبه دولتی بخش خصوصی را بلعید از دید همین منبع نمیتوان به صرف اصلاح آینامه نامه سرمایه گذاری خارجی به ورود سرمایه گذاری خارجی حتی از کشورهای اسلامی امیدوار بود به گفته مهدی صادق عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی سهام شرکت های خودروساز به شبه دولتی ها واگذار شده نه بخش خصوصی در همین حال بر اساس گزارش ماهانه اوپک تولید نفت ایران در خرداد ماه 10300 بشکه در روز کاهش داشته است همزمان چاینا پست زیر عنوان اثر تحریم ها بر ایران می نویسد ایران برای آنکه مشتریان را به خرید نفت خود جلب کند مجبور به دادن تخفیف هایی شده که نشان از شروع تأثیر گذاری تحریم هایی دارد که اخیرا توسط آمریکا و سازمان ملل متحد وضع شد این در حالی است که به گزارش ایسنا روند صادرات ایران به عراق در سه ماه نخست امسال نزولی شده است عراق که پیش از این در صدر کشورهای مقصد کالاهای ایرانی بود به رتبه دوم در این جدول منتقل شده است با وجود گزارش هایی که از افزایش میزان صادرات فرش دستباف ایران در سه نخست امسال منتشر شده فرج فرهادیان صادرکننده فرش وضعیت این بازار را خوب ترسیم نمی کند در سالیان قبل اولین تولید کننده فرش بود ایران و همینطور حرف اول میزد ولی متاسفانه الان ما رسیدیم به جایی که من فکر میکنم بتونیم فقط ده یا دوازده درصد فرش رو بتونیم صادر بکنیم روزنامه جهان صنعت که آمارهای غیرواقعی را برای توجیه واردات بیشتر ارزیابی می کند خواهان آن است تا توسعه پایدار کشور بر اساس آمار واحد و واقعی بنیان گذارده شود چرا که از دید این منبع علم آمار دروغ نمیگوید اما آمارسازی یک دروغ بزرگ است